لوئیس و کیت میخواهند دو بازی کامپیوتری که دارند را بازی کنند. آنها هر دو بازی را برای 45 دقیقه اجرا می نمایند. آنها میخواهند یک معادله که بتواند روابط بین دقایقی که بالای بازی سوپرمن و سیم قطع کردن سپری می کنند را افاده کند. آیا این رابطه را می توان توسط معادله خطی نشان داد؟ ببینیم که می شود یا نه. اول یک متحول برای دقایقی که بازی سوپرمن را اجرا کردن تعیین می کنیم. بگوییم این x باشد. x مساوی به دقایق است که بازی سوپرمن اجرا شده. اینجا می نویسم و وای مساوی به تعداد دقایق است که بازی سیم قطع کردن اجرا شده است. اینجا می نویسم. اگر ما دقایق بازی را پیدا کنیم، هم دقایق بازی سوپرمن را پیدا می کنیم و هم بازی سیم قطع کردن را. اگر هر دوی قیمت x و y را جمع کنم، مساوی به چند خواهد شد؟ چند باید شود؟ مدت اجرای بازی سوپرمن جمع مدت اجرای بازی سیم قطع کردن، اگر آنها را جمع کنیم، گفته هر دو بازی را در 45 دقیقه اجرا می کنند. پس این مساوی به 45 خواهد شد. حال یک معادله ساختیم که مدت اجرای بازی سوپرمن و مدت اجرای بازی سیم قطع کردن را ارتباط می دهد. حال باید پیدا کنیم که آیا این یک معادله خطی است؟ یک راه دانستن آن این است که چگونگی معادله خطی را تطبیق کنیم به شکل خط. اگر به شکل اصلی y را نوشته کنیم، مساوی می شود به mx مثبت b که m شیب خط است و b تقاطع y است. ببینیم که صدق می کند یا نه. اگر بخواهیم این را تطبیق کنیم، x را از هر دو طرف تفریق می کنیم. x را تفریق کنیم. اینجا منفی x، اینجا هم منفی x. منفی x در اینجا و منفی x در اینجا. اینها به هم خلاص می شود. y مساوی می شود به همون رنگ می نویسم که گیج کننده نشود. اول منفی x را می نویسم، چون در اینجا اول x را نوشتیم. پس y مساوی می شود به منفی x جمع 45. فقط جای این دو جز را تغییر دادم، ولی می بینیم که شکل این معادله را دارد. شاید بگویید در اینجا m کجاست؟ می بینیم که b 45 است. اگر منفی x بنویسیم، این با منفی 1 x 1 است. پس این دقیقا یک خط است. این را مستقیما در اینجا هم نوشته می توانستیم. پس آیا می توان این رابطه را به شکل معادله خطی نشان داد؟ البته که بله.